اما بابک تقوایی پژوهشگر امور دفاعی از کلن آلمان با ماست. آقای تقوایی، تصویر جدیدی که منتشر شده به نظر میاد که اثبات میکنه که دو موشک به فاصله 23 ثانیه از هم شلیک شده به سمت هواپیمای مسافربری. شما چه دریافتید از این ویدیو؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که خب ما در ویدیو میبینیم که دو موشک شلیک میشه و شلیک دو موشک به سمت یک هدف توسط این سامانه کاملا طبیعی هستش، چون که شما با یک بار فشار دادن دکمه چنانچه موشک اول شلیک بشه به سمت خب هدف و اگر نتونه اون رو ساقط بکنه، خب خود سامانه به طور اتوماتیک وقتی رادارش متوجه میشه که هدف هنوز در حال پرواز هستش و خب نشانه ای از سقوط کردنش نیست، میاد موشک دوم رو شلیک میکنه. کاملا طبیعی هستش و اینکه خب خود افسری که اون رو کنترل میکرده دو بار شاسی رو فشار داده و دو تا موشک زده، این صحت نداره. این عملکرد طبیعی این سامانه هستش. اتفاقی گفته میشه که اول موشک اول اصابت کرده ترانسپاندر رو از کار انداخته، این یعنی چی دقیقا؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که موشک اول وقتی که برخورد کرده به هواپیما اومده که خب این ظاهرا در نزدیکی بدنه هواپیما منفجر شده و ترکش‌هاش تمامی آنتن‌های ارتباطی هواپیما رو از بین برده و همچنین اون خب این هواپیما یک آنتنی روی بدنه داره و خب تمام اطلاعات موقعیت و مکانیش رو به طور زنده مخابره میکنه و خب این از کار افتاده اون و ما شاهد هستیم که در وبسایت فلایت رادار 24 همون لحظه ای که این هواپیما موشک بهش برخورد میکنه تمام اطلاعات موقعیت و مکانش هم از بین میره. سوالی که عده‌ای مطرح کردن زاویه پروازه، یعنی اساساً کسی که مسئول این شلیک بوده تفاوتی بین هواپیمای مسافربری و موشک کروز اونطوری که مقام‌های ایران ادعا می‌کنند نمی‌بینه؟ خدمت شما عرض بکنم که سامانه تور M1 یک سامانه اتونوموس هستش، 4 نفر خدمه داره و اون 2 نفر مسئولی که هستند در اسکوپ رادار باید نگاه بکنند. ببینید، این سامانه به هیچ وجه از فاصله 1400 الی 1500 کیلومتری قابل جمع شدن یا هک شدن نیست. حمله سایبری هم روش اثر نمیذاره، چون این سامانه کاملا مجزا از شبکه سایبری هستش و هیچ ارتباطی با اون شبکه C4I پدافند هوایی خاتم الانبیا نداره، کاملا مستقل هستش. ولی خب چه مؤلفه هایی باعث شده که اینها اشتباه بگیرن؟ اینها 3 دلیل هستن، ولی یکی از دلایل اصلیش این هستش که تجربه کافی وجود نداشته، خدمه خسته بودن، تحت فشار روحی بودن و همچنین اطلاعات بروز شده در رابطه با پرواز هواپیما شامل 1 ساعت تأخیرش در اختیار اینها قرار نگرفته بوده و اینها هم دستور داشتن هر گونه شیء پرنده‌ای که از همون سمت، یعنی همون سمت جنوب شرق اون پایگاه موشکی که خب پرواز می‌کرده رو ساقط بکنن. حالا این یک مسئله. مسئله دیگه که این تشخیص ندادن که این چقدر بزرگ هستش، این برمیگرده به اینکه خب در رزمایش‌های کمی اینا شرکت می‌کنن، در طول خدمتشون تجربه کمی دارن. شما اگر خب در رزمایش‌ها شرکت کرده باشین، وقتی که روی یک پهپاد قفل راداری انجام داده باشین، راحت توی اسکوپ می‌بینین که یک هواپیمای مسافربری سایزش خیلی بزرگتر هستش، یعنی اون نقطه نورانی که روی اسکوپ رادار هستش خیلی بزرگتر هست نسبت به اون نقطه کوچکی که یک پهپاد داره. حالا به فرض ما بگیریم که این تجربه هم نبوده، این سامانه یک دوربین حرارتی داره، شما با دوربین حرارتی میتونین خود هدف رو دبل چک بکنین، یعنی خیالتون راحت بشه که هدف چی هستش، یعنی این و این دوربین یک دوربین کاملا آنالوگ هست، به هیچ این دوربین به هیچ سامانه کامپیوتری درون کابین این دستگاه اصلا متصل نیست، به اینترنت متصل نیست، اصلا غیر قابل جمع شدن هستش. شما نگاه میکنید راحت میتونید ببینید که خب یک هواپیمای مسافربری دارای 2 موتور بسیار بزرگ هستش که حرارت ایجاد میکنه، یعنی در داخل اون دوربین آنالوگ که میفرمایید از طریق اون دوربین باید میتونستن تشخیص بدن که این هواپیما هوای مسافربریه. دقیقاً میتونید فکر کنید که تنها علت بی تجربگی کسانی بوده که مسئول این حملند؟ من فکر میکنم که خب با توجه به این که سامانه تور M1 آخرین رینگ پدافندی هستش و این نه تنها بی تجربگی عامل بوده، بلکه اون دستوری بوده که از بالا اومده بوده مبنی بر آتش به اختیار بودن و زدن هر هدفی. حالا اون عامل هم میتونه این باشه که اون مقامات بالایی خبر نداشتن این هواپیما 1 ساعت تأخیر خورده و
و در اون لحظه ممکنه که چنین وسیله پرنده‌ای پرواز بکنه، یعنی از سمت جنوب شرق پایگاه موشکی امیرالمومنین و مرکز تحقیقات موشک‌های بالستیک شهید تهرانی مقدم. و بنابراین اینها نگران بودند که این پایگاه مورد حمله موشک‌های کروز قرار بگیره و تمام اینها دست به دست هم داده و باعث شده. یعنی شما به عنوان یک خدمه‌ای که در اون نشستین اصلا وقت ندارین که تماس بگیرین بپرسین آیا این هواپیما مسافربری هستش یا نه. شما دستور رو گرفتین، نهایتاً 20 الی 30 ثانیه فرصت دارین عمل بکنین، اصلا وقت تماس گرفتن حالا با موبایل رو هم ندارین. این سامانه رو هم ساعت 12 شب به اونجا منتقل کرده بودن و هیچ لندلاینی نذاشته بودن، چون بر اساس یعنی سیستم های شوروی سابق و روسیه، شما وقتی که یک سامانه رو یک جا مستقر میکنین، علاوه بر این که تمام تمهیدات ارتباط رادیوییش رو فراهم میکنین، شما باید یک لندلاین هم فراهم بکنین. ولی اینها هیچ لندلاینی فراهم نکرده بودن تا سریعا بتونن خدمه سامانه تماس بگیرن، حالا با اون جایی که مطلع بود از ترافیک منطقه. و خب اینها تمام اینها دست به دست هم داده، یعنی اساساً اگر که میخواستن هم نمیتونستند به این سامانه اطلاع بدن که این هواپیما با تاخیر بلند شده. ببین مشکل فرماندهان بوده، خود خدمه که در اون سامانه بودن، اونها مسئولیتشون ماموریتشون این بوده هر چیزی که اومده بزنن، یعنی اصلا روحشون خبر هم نداشته که این هواپیمایی که داره میاد یک هواپیمای مسافربریه. و خب تمام اینها دست به دست هم داده و خب به خودشون هم تصمیمی نگرفتن که دبل چک بکنن که ببینن این هواپیما یا مسافربری هستش یا موشک کروز هستش. و خب اینها باعث شده که این هواپیما اشتباه گرفته بشه و این گونه ساقط بشه. آقای تقوایی، در یک دو روز گذشته عده‌ای از اصولگراهان و همچنین بعضی از اعضای نیروهای مسلح ایران از جمله علی عبداللهی در واقع یک روایت جدیدی رو دارن وارد داستان میکنن و اون بحث اینه که آمریکا در شبکه راداری ایران دستکاری کرده بوده. چقدر برای شما قابل پذیرش این ادعا؟ خدمت شما عرض بکنم که خب تا قبل از اینکه آقای حاجی زاده بیاد اعلام بکنه که این سامانه ساعت 12 شب به اونجا اضافه شده و قبل از اینکه تصاویر ماهواره‌ای که حالا خب من دیدم یا خیلی از کسان دیگه‌ای که دارن حالا در فضای مجازی منتشر نشده ما مشاهده بکنیم، فکر میکردیم که این سامانه تور M1 در اونجا از گذشته های خیلی دور مستقر بوده و خب تمام تمهیدات ارتباطی هم اونجا قرار داشته برای اینکه این سامانه با قرارگاه فرماندهیش در ارتباط باشه و دائم اطلاعات کسب بکنه، یعنی به شبکه C4I پدافند خاتم الانبیا مرتبط باشه. ولی وقتی که ایشون میگن ساعت 12 مستقر شده سامانه، یعنی سامانه به طور کامل اتونوموس بوده و فقط متکی به همون رادار خودش بوده که نهایتاً میتونسته فاصله 30 کیلومتری رو ببینه، بنابراین اصلا چنین امکانی وجود نداشته که حالا ما بخوایم تصور بکنیم مشابه اون حمله‌ای که بعد از ساقط شدن پهپاد گلوبال هاک توسط آمریکا بر ضد این شبکه C4I پدافند خاتم الانبیا صورت گرفت، چون این سامانه اصلا به اون شبکه متصل نبوده که بخوان حمله سایبری انجام بده. این سامانه هیچ راه ارتباطی با اینترنت بیرون نداشته. شما تصور بکنید یه چیزی رو گذاشتین، نه وای فای داره نه هیچی، یعنی از طریق وای فای هم در ارتباط نبوده. این سامانه آنالوگ هست، حتی ارتقاش هم ندادن و اصلا از این لحاظ این مسئله غیر ممکن هست. و همچنین باید اشاره بکنم در رابطه با اینکه گفتن زمان جنگ هم هیچ پروازی انجام نمی‌شده در شرایط قرمز، یعنی پرواز انجام میشه در شرایط قرمز، این کاملا صحت نداره. من خودم صدها گزارش دریافت کردم در حین جنگ که وقتی حالا بر ضد تهران حمله هوایی مثلا انجام میشده یا اگر عملیات مهمی بوده انجام میشده، ترافیکی که در نزدیکی مناطق حساس بوده رو هدایت میکردن به مناطق غیر حساس. اگر هواپیمایی به سمت تهران در حال پرواز بوده، این رو هدایت میکردن به سمت اصفهان، یا اگر اصفهان حمله هوایی بوده یا تحت تهدید بوده، کلن ترافیک رو میبستن. و این مسئله اصلا صحت نداره و من پیشنهاد میکنم کسانی که این ادعا رو میکنن برن مطالعه بکنن کتاب های تاریخ جنگ رو و اسناد مدارک پدافند هوایی ارتش رو. متشکرم بابک تقوایی، پژوهشگر امور دفاعی با ما.